بچه یه مجیدیه بود و عاشق فوتبال، اما شرارت توی زندگیش موج میزد. مادرش اما مدعی بود پسرش ارازل اوباش نیست. سال 1386 در طرح امنیت اجتماعی دستگیر شده بود و مجدداً در سال 1388 دستگیر میشه. این ارازل مجیدیه در اولین طرح ویژه جمع‌آوری ارازل اوباش در شرق تهران به همراه غلام گوشبر و افراد دیگه دستگیر میشه. کلیمان سمارو به غلام گوشبر. چیزی گوشبر؟ غلام هر رو بجان که وردش میکنم قبل گوشم پره چی کرسه میه گوشبر. این کارو پشمونم قدیم سال هوا داشتم سه چهار تاست رو حساب اسم و دقب اینا سرشناس بودم ولی نمی کنم. قمه میزدی؟ نه آقا با چی پا میدن شیشه قمه دوله شرابی رضا شرابی؟ بله. اما چه کاری میکرد؟ دعوا میکردم. قمه میکشیدی؟ بله. رفقاشو رو جمع میکردم وسط کوچه با خدا میشستم مشروب میخوردم زنگ میزدیم 110 تا میام مدرسه ادبیات قیبشون میزد. هنگام دستگیری اما اقدام به مقاومت در مقابل ماموران کرده بود و فرار کرده بود و با شلیک 16 گلوله از سوی مامورین به سمت او و البته درگیری بین او و ماموران در نهایت دستگیر میشه. سمت راست، سمت راست. ها کدوم پاسو؟ در بغلیه. کدوم؟ در بغلیه. بگو باش بیاره. بگو باش بیاره. باش. دیدم من یک کاتیون. این شرور پیش از این توسط مادرش به عنوان فعال سیاسی و دانشجو معرفی شده بود. ولی به دلیل اقدام به شرارت و تهدید با قمه توسط ماموران دستگیر شد. پرونده این ارازل اوباش جنجالی داستان عجیبی هم داشت. اما در سوابقش علاوه بر شرارت، فروش مواد مخدر، شرب خمر، تخریب اموال عمومی، ایجاد درگیری و قدرت نمایی با قمه، چاقو کشی، راهبندان و درگیری با ماموران وجود داشت. او یکی از اولین ارازلی بود که با اجرای طرح پاکسازی مناطق از اوباشا دستگیر شده بود. نامش میثم لطفی بود. شرور مجیدیه. سلامتی اون کسی که چش نره منو ببینه. چشمش در بیاد. من خوب زندگی میکنم. سلام دوستان. به کانال آدم بدها خیلی خوش اومدید. مرسی که کانال ما رو انتخاب کردید و اگر میخواید از آخرین ویدیوهای ما با خبر بشید ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش رو هم بزنید. اولین بار این طرح در سال 1386 با نام طرح ارتقای امنیت اجتماعی اجرا شده بود. طرحی که طی اون نیروی انتظامی ادعی رو به عنوان ارازل اوباش بازداشت کرد و در سطح شهر گردون. یکی از این بازداشتی های اون سال میثم لطفی بود. او در مورد بازداشتش و اونچه بر او گذشت گفت. یک ماه پیش دوباره از سوی پلیس برای دستگیری او به منزل مادریش در تهران مراجعه کردند و به خانواده‌اش گفتند که او به ایران بازگشته و به دلیل داشتن پرونده باز برای دستگیریش اومدن. میثم لطفی را اولین بار در آستانه 18 سالگی و در جریان حمله به کوی دانشگاه بازداشت کرده بودند. او در اون سال بعد از 55 روز بازداشت و در پی درگیری هایی که منجر به پارگی فتخش شد و یک خودکشی ناموفق داشت توسط قاضی صلواتی به یک سال زندان محکوم میشه. محکومیتی که به دلیل عدم سوی پیشینه بعد از تحمل 6 ماه حبس منتهی به آزادی مشروط شد. این فوتبالیست سابق تیم جوانان پرسپولیس بعد از آزادی نیز تحت فشار قرار گرفت و به مدت چندین سال هر هفته برای امضا به پلیس امنیت مراجعه میکرد. میثم لطفی اما سال 1386 مجدداً بازداشت میشه. او در مورد نحوه بازداشتش گفت: خبر به محاصره در اومدن خونه رو مادرم به من داد. بعد از اون از خونه فرار کردم اما در پی شلیک چندین تیر و شلیک گاز اشکاور بازداشت شدم. بعد از اینکه مجدداً به در خونه بازگردانده شدم دیدم که مادرم رو مورد ضرب و شتم قرار دادن و داییم رو هم بازداشت کردن. به مقابل خونه که رسیدیم مسئول تیم بازداشت گفت حالا مقابل مادرش بزنیدش. اونقدر زدند که از حال رفتم. من جز اولین نفرایی بودم که در اون طرح بازداشت شدم. میثم لطفی بعد از بازداشت به اداره پلیس امنیت تهران برده شد و مجدداً مورد بازجویی قرار گرفت. چند تا چاقو داشت؟ بیارم نمیاد. نشمارم تو حالا.
مثلا چند تا داشت؟ مثلا که یه قدیم داشتم یه چند تا؟ 100 تا، 50 تا، 20 تا، 10 تا؟ چون 10 تا، 20 تا. قمه چند تا داشتی؟ همه قمه هم. او را پیش از انتقال به کهریزک با آفتابی به گردن در شهر گردونده بودند. او که در پرونده بازداشتش به عنوان اراذل اوباش علاقه داشت به فعالیت سیاسی خودش اشاره کنه، زیر بار اتهامات شرارت نرفت و در نهایت به دادگاه رفت. این شرور با سابقه در مورد نحوه برگزاری جلسه دادگاهش گفت: بوی چایی رو که شنیدم فهمیدم آدم مهمی اومده. قاضی نمازی با یک زانتیه نقره‌ای که در صندوق عقب اون پرونده بازداشتی ها قرار داشت به کهریزک اومده بود. مادر میثم این بار اسناد عضویت فرزند 24 سالش رو به عنوان فوتبالیست در تیم‌های تحت نظارت فیفا به دادگاه ارائه میده. همچنین 300 نفر از اهالی محله مجیدیه شهادتنامه‌ای رو خطاب به ریاست سازمان تامین امنیت کشور امضا کرده بودند که در بخشی از اون اومده بود. این جانبان کسبه به اهالی مجیدیه به استحضار مقام محترم میرسوند که در رابطه با فرد دستگیر شده به نام میثم لطفی که به عنوان شرور محله معرفی شده هیچ گونه آزار و اذیتی از طرف نام برده به ما وارد نشده. این نام اما با این جمله شروع شده بود: یک ساعت عدالت بهتر از یک سال عبادت است. قاضی نمازی روی میزی که به صورت موقت در حیات کهریزک قرار گرفته بود پای یک برگه سفید از میثم لطفی امضا میگیره، برگه‌ای که بعدها در اون ابلاغ حکم اعدام درج میشه. خانواده میثم لطفی در یکی از دفعاتی که برای پیگیری وضعیت او به پلیس امنیت مراجعه میکنند، نام اون رو کنار نام هانی کرده و حسین افشار به عنوان محکومین به اعدام میبینند. میثم لطفی نیز بعد از این 7 ماه بازداشت میشه و در بند 209 زندان اوین بدون حتی یک جلسه بازجویی در نهایت با قرار وثیقه آزاد میشه. بعد از این ماجرا 9 سال بود که به ترکیه فرار کرده بود و در یک دیسکو به عنوان بادیگارد مشغول کار میشه و بعد از اون هم به آمریکا میره. مادر میثم لطفی تلاش کرده بود بارها با مصاحبه با خبرگزاری‌های خارج از کشور پسرش رو از اراذل اوباشی به فعال سیاسی ربط بده که از سوی دادگاه انقلاب مورد تهدید هم واقع شده بود. اتفاقی که بعدها مشخص شد او از اراذل سطح 1 مجیدیه بوده. دوستان عزیز، ممنونیم که با لایک کردن و گذاشتن کامنت از ما حمایت میکنید. اگر میخواید از آخرین ویدیوهای ما با خبر بشید، ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش رو هم بزنید.